سلام علیکم خدمت عزیزان. ادامه هلاخای بنامسالیم ارب تیشا به آب، آدینه تیشا به آب، تمام هلاخایی که ما تا حالا گفتیم 100% مصداق داره و یه ممنوعیت دیگه هم به این اضافه خواهد شد و اون اینه که آدینه تیشا به آب مردم نمیتونن سیر و سیاحت کنن یا گردش برن یا برن توی پارک این بر اون بر قدم بزنن، به خاطر اینکه از همون آدینه تیشا به آب باید خودشون رو آماده کنن برای اون روحیه‌ای که تیشا به آب با خودش به همراه داره، به یاد بوده به تمیق داشت. بعد از دور تیشا به آب هر غذایی که بخوان میتونن استفاده کنن، البته نه گوشتی، ولی هر غذای دیگه‌ای که بخوان بخورن میتونن بخورن، منتها وعده آخری که میخورن که این دیگه وعده آخر هست قبل از تعنیت، اون وعده آخره نمیتونه از دو نوع غذا همراه باشه. یعنی نمیشه مثلا پلو خورد با ماهی، به خاطر اینکه سعوده مفسقت، اون وعده آخر غذا قبل از تعنیت باید یک غذای ساده باشه. کاری که میشه تو این زمینه کرد دو جوره. بعضی هستن که اگر میخوان غذایی که میخورن یه مقدار مفصل تر باشه اونو وعده آخر نمی کنن. مثلا فرض کنید ساعت 5 بعد از ظهر غذا میخورن، حالا هر چی که میخوان، پلو، ماهی، ممکنه حالا چیزای دیگه هم باشه، مخلفات دیگه، و اینو میخورن و بعد یه ساعت بعد نتیلا میگیرن و یه تخم مرغ آب پز شده با نون میخورن به عنوان سبودای آخر. و تو این حالته چون که فقط یه نوع غذا هست، تخم مرغ هست، نون در این زمینه یه نوع غذا به حساب نمیاد، نون اصل غذای اصل خوراکه. بنابراین یه تخم مرغ میخورن با یه مداری نون و هموسی و نوارخ میگن و این میشه سعودای آخرشون که ساده هست. این سعودای باید روی زمین بشینن و اونو صرف کنن. سعودای آخر روی زمین میشینن و صرف میکنن. این یه راه هست. یه راه دیگه هست، کسایی که میخوان غذایی که وعده آخر هست رو ساده درست میکنن. مثلا فقط پلو هست میخورن، پلو با ماست میخورن، پلو با پنیر میخورن. پنیر و ماست یه نوع غذای دیگه به حساب نمیاد چون پخته نشده. وقتی ما میگیم که دو نوع غذا رو نمیشه توی سعود و مفسقت استفاده کرد، دو نوع غذای پخته شده است، اونا دوتا رو نمیشه استفاده کرد. و دو نوع غذا یعنی دوتا غذایی که دوتا مزه مختلف میده. یعنی اگر ماهی رو سرخ کردن یه مدل و یه مدل دیگه ماهی رو جور دیگه ای پختن، همون ماهی است به دو مدل مختلف پخته شده، این دوتا غذا به حساب میاد و یه نفر نمیتونه این دوتا رو تو اون وعده آخر سعود و مفسقت صرف کنه. همینطور تخم مرغ آپز و تخم مرغ نیمرو، اینا دو جور غذا به حساب میان و شخص نمیتونه هر دو رو توی سعود و مفسقت صرف کنه. ولی اگر یه غذایی هست که اینجوری پخته میشه، مثلا پلو هست با عدس، پلو هست با ماش یا با لوبیا، و این طریقه درست کردنش اینه که محتویات مختلف درش هست، این مجموعه این پلو یه غذا به حساب میاد. همینطور اگر کسایی هستن که رسم دارن معمولا ماهی رو داخل پلو میذارن، تیکه تیکه های ماهی، و معمولا در عرض سال هم همچین کاری میکنن و این طریقه پختن پلو ماهی است، این پلو ماهی رو میشه همینجوری درست کرد و صرف کرد برای سعود مفسقت. همونطوری که عرض شد چیزایی که پخته نیست مسئله ای نداره که اضافه بشه به این غذایه. بنابراین آدم میتونه پلویش رو با سالاد بخوره یا همونطور که عرض شد با ماست یا با پنیر بخوره. ولی اگر با غذای پخته شده است اون موقع میشه دو مدل غذا، میشه پلو و مثلا ماهی و همچین چیزی مجاز نیست. پس دو طریقه سعود مفسقت وجود داره. یا آدم غذای مفصل تری رو قبل میخوره و بعدش یک ساعت دیگه قبل از غروب دست میشوره و یه میدونی نون با تخم مرغ آپز میخوره و اون سعودای آخر هست، یا اگر میخواد سعودای آخرش همون پلو یا هرچی که هست باشه باید یه مدل غذا باشه و نه بیشتر. همونطور که عرض شد سعود مفسقت رو روی زمین میخورن و مردای مختلف توی خانواده با هم نمیشینن که هم وعده بشن و زیمون بگن. هر کسی برای خودش یه گوشه میشینه و میخوره.
بعضی ها رسم دارن که اون تخم مرغی که باهاش سود و مفسقت رو میخورن یه مقدار خاکستر روش میزنن، مقدار کمی مثلا یه کبریتون رو میسوزونن، یه تیکه از خاکسترش رو میزنن روی تخم مرغ بیاد بود خاکستر خوربان بعید. با سود و مفسقت شخص میتونه نوشیدنی بخوره، آب، چای یا قهوه بخوره، اینا مسئله نخواهد داشت. و با بیکت آمازون گفتن روی سود و مفسقت شخص تعنید رو خودش قبول نمیکنه. هنوز اجازه داره که بعدش اگه تشنه هست بعد از بیکت آمازون سود و مفسقت آب یا نوشیدنی دیگه استفاده کنه تا سر شقیا. همین که شقیا شد از اون موقع خوردن و نوشیدن ممنوع میشه.